خبرگزاری رویترز در یادداشتی به تلاش اقوام هزاره در افغانستان برای مسلح شدن و مقابله با حملات تروریستی سنی های تنروی داعش و طالبان پرداخت و آن را خطری برای امنیت این کشور دانست. به گزارش شیوی رویترز در این یادداشت نوشته یک هفته درگیری شدید میان شیعیان هزاره و عناصر طالبان در ولایت ارزگان باعث شده تا خطر وارد شدن افغانستان به یک جنگ فرقه جدید بیشتر شود هزاره های پارسی زبان که از کمکاری و ناتوانی حکومت مرکزی در حمایت از خودشان خسته شده اند سلاح به دست گرفته و خود برای تأمین امنیتشان وارد کارزار شده اند. همین موضوع باعث شده تا نگرانی ها درباره بروز یک جنگ تمام عیار نژادی و مذهبی در افغانستان بیش از پیش احساس شود. درگیری از آنجا آغاز شد که سنی های تندره طالبان به بهانه عدم پرداخت مالیات به چند روستای هزار نشین و شیعیان در نقاط دوردست ولایت ارزگان حمله کردند. شیعیان هزار نیز ضمن دفاع از خود پاسخ این حملات را دادند. گفته می شود در این درگیری ها تا کنون 43 تن جان باختند و 300 خانواده نیز از منطقه گریختند. تا قبل از این با وجود انفجارها و کشتارهایی که سنی های تندرو در قالب گروه های تروریستی مختلف علیه هزارها انجام میدادند شیعیان دست به سلاح نبرده بودند اما این بار این شیعیان قصد دارند از خود دفاع کنند